سلام، به جرأت یکی از جسورانه ترین ادعاهای یک دهه اخیر سرفیس مایکروسافت. توی این ویدیو قراره که سرفیس پرو 7 رو آنباکس بکنم و برم سراغ جواب سوالم که چقدر میشه ازش پرفورمنس گرافیکی گرفت. تا آخر ویدیو با من باشید. من مسعود هستم و این چنل بی پروه. ازتون ممنونم که چنل من رو حمایت میکنید و هر بار که ویدیو میسازم این رو میگم که خیلی افتخار میکنم که چنل من رو حمایت میکنید، برای من کامنت میذارید، من رو حمایت میکنید، چون واقعا به حمایتتون احتیاج دارم و دمتون گرم. قرار سرفیس پرو 7 رو آنباکس بکنم. این نسل یکی مونده به آخره و آخرین نسلیه که فعلا مایکروسافت از سی پی یو اینتل روش استفاده کرده و قسمت گرافیکی پردازندهش آیریس اینتل هستش، اینتل آیریس، که عهده‌دار پردازش گرافیکی سرفیس پرو 7 هستش و من قراره که روش پریمیر پرو نصب بکنم. بعد از اینکه آنباکسش کردیم میخوام بذارمش کنار دو تا لپتاپی که گرافیک انویدیا جی فورس دارن، هر دو تاشون 4 گیگ گرافیک ددیکیت دارن و سی پی یوشون هم قدرت سی پی یو این سرفیسیه که قراره براتون آنباکس بکنم. کامپیوتر این سرفیس 8 گیگ DDR4 i5 به نسل 10 و 128 گیگ SSD. برای اینکه به جواب سوالم برسم، بعد از اینکه این سرفیس خیلی خوشگل رو آنباکس بکنم، میخوام برم سراغ اینکه یه تست از پردازشگر گرافیکیش بگیرم، اینتل آیریس، خب، که عهده‌دار قسمت گرافیکی سی پی یو هستش. بعد میخوام بذارمش کنار دو تا لپتاپی که گرافیکشون انویدیا جی فورس 4 گیگ 1650، اونها هم سی پی یو هاشون مثل این i5 یکیش نسل 10 که با این برابره، یکیش نسل 8. و میخوام یکی از پروژه های یوتیوبمو، یکی از ویدیوهایی که ساختم و پروژهش رو رام بکنم روی هر ستای اینا، ازش رندر بگیرم، ببینم که رندر توی پریمیر پرو که کارت گرافیک اختصاصی یا بهتر بگم ددیکیت نداره، سرعت رندر گرفتن روش چجوریه. خب خیلی دوست دارم اینو تست بکنم، پس حتما امشب این کار رو انجام میدم و توی ویدیو براتون میذارم که ببینید که اگر سوال دارید که اگر بخواید کار گرافیکی با سرفیس انجام بدید جواب میده یا جواب نمیده. این هم سرفیس نسل 7 هستش، میتونم بگم نسل 1 مونده به آخر. بریم سراغ آنباکسش. همینجوری که دارم جعبش رو باز میکنم بهتون بگم بچه ها، من این سرفیس رو از سایت سرفیس ایران گرفتم. دلیوریشون خیلی سریع بودش و اینکه خب اکثر دیوایس هایی که ما میخواستیم رو توش داشت، به خاطر همین احساس کردم که اگر بهتون معرفی بکنم بد نباشه. خب جعبه‌شو که باز کنید یه همچین چیزی میبینید. خب اینجا یه دونه جای دست شوخی میکنی؟ این رو بود؟ فکر کردم یه پارچه است، نزدیک بود بندازمش. دیری دیری بیا بیمون. واو، یعنی درد نگرفت. شوخی میکنی، چقدر خوب. بدنه سرفیس بچه از منیزیومه، یعنی نمیتونم بهتون بگم چقدر خوب، آلومینیوم نیست، به خاطر همه خیلی سبک. منیزیوم همون فلزیه که توی درس شیمی توی مدرسه، توی لابراتوار مدرسه واسه همون آتیشش میزدن و خیلی سریع مشتعل میشد. این دقیقا همون فلزه، همچنان
تا سرفیس 7 من فکر میکنم مایکروسافت از منیزیوم استفاده کرد و چقدر براقه، چقدر خوبه، فوق‌العاده است، میتونم بگم فوق‌العاده است. هیچ چیزی روش نبود، واقعا هیچ چیزی روش نبود تو جعبه، نمیدونم چرا. بریم سراغ اول از همه صفحش، 10 اینچ یا 12 اینچ صفحشه، فکر کنم 12 اینچ صفحشه، اون چیزی که من میبینم به 12 میخوره. دوربین پشتش، سنسورهایی که این قسمت قرار دارن که یکیش در واقع همون فیس دیتکشن سرفیس هستش، اینجا هم یه دونه پایه فوق‌العاده، یعنی ما بهتر از پایه استند سرفیس نداریم که نداریم که نداریم. خب این هم بذارم جلوی شما، عرض پورتاش هم بهتون بگم. سرفیس 7 اومده برخلاف سرفیس های دیگه، نمیدونم شاید روی 6 هم باشه، پورت تایپ سی رو اضافه کرده که خیلی راحت میتونید یه دونه هاب خفن بهش بزنید و استفاده بکنید. و طبق سنت همه سرفیس ها اومده از یعنی این پورت USB تایپ A استاندارد رو هم حذف نکرده که واقعا دمش گرم داره. و این طرف هم پاور و یه دونه اینجا هم یه دونه جای رم داره که میتونید اضافه کنید بهش، خب که هاردش رو میتونید از این طریق اضافه بکنید و چقدر عالی. یه دونه کانفیگش رو هم دقیقا اینجا نوشته، 128 گیگابایت اطلاعاتش رو اینجا نوشته و یه سری از اطلاعاتش هم این پشت اینجا نوشته، پشت این استنده نوشته، خیلی ریز ولی خیلی خفن. اینجوری قرارش بدم، ببینید یه توضیح هم بدم. توی سرفیس های اولیه این زاویه خیلی زیاد نمیشه، توی این سرفیس به قدر این زاویه زیاد میشه که شما خیلی راحت، خیلی راحت میتونید روش قرار بگیرید و با قلمش بنویسید. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه ها، توی جعبه سرفیس فقط یه دونه سرفیسه، دیگه خبری از قلم نیست، یعنی قلمش هم باید 2 خورده‌ای بخرید و از یه طرف دیگه اون تایپ کاور هم وجود نداره، تایپ کاور هم باید بخرید. بریم سراغ ادامه آنباکسمون، اینو بندازم بره. در ادامه آنباکسمون ببینیم که توی این جعبه چیه، اینم میتونم بندازم بره. بعد این جعبه رو برمیگردونیم، اینو بلند میکنیم، اینجا یه دونه از این هاست، یه عکس یه دونه سرفیس سلر میشه. این نه کاتالوگاشه توی این جبهه. بعد اینجا اینم توش خالیه، پاورشه، یعنی اقلام همراه در جعبه فقط یه دونه پاوره و دیگر هیچ. این طرف یه دونه کابل برق آمریکاییه، خب که میاد میخوره به این پاوره با یه دونه آداپتور خیلی گوگولی که یه دونه آرم ویندوز روشه که در واقع این استیکر ویندوز رو خود سرفیس نچسبوندن برای اینکه بگن به صورت بیلتین روش یه دونه ویندوز هستش، یه دونه ویندوز 10 پرو روی سرفیس 7 هستش. بعد یه دونه شارژر که در واقع این طرف سرفیس به صورت آهنربایی استک میشه، میچسبه. بعد این طرف هم همونطور که میبینید یه دونه پورت USB قرار داره که میتونید باهاش دیوایس های دیگه تون رو شارژ بکنید. خیلی خلاقانه و بسیار کاربردی، یعنی مایکروسافت خیلی خوب همه چی رو دیده، همه چی توی سرفیس درسته، همه چیز. این هم بره. خب بچه همونطور که دیدید توی جعبه به غیر از یه دونه سرفیس خشک و خالی و یه دونه
کابل آداپتور که حداقل چیزیه که میشه توی یه دونه جعبه باشه چیز دیگه نبود. به خاطر همین شما حتما باید با سرفیستون یه دونه تایپ کاور بگیرید. به خاطر همین من فعلا این سرفیس گوگلی و خوشگل مشکل رو کنار میذارم. ما با این سرفیسی که گرفتیم یه دونه تایپ کاور هم از همون سایت سرفیس ایران گرفتیم که این تایپ کاورشه همونجوری که میبینید. بعد خلاصه این که این رو هم باید آنباکسش بکنیم. اینجا یه دونه قسمت هستش که میشه بازش کرد. سفته همچنان سفته. واقعا چرا وقتی میشه از خشونت استفاده کرد ما چرا از تعامل استفاده میکنیم؟ این قسمت رو هم میبوریم. واو چقدر خوب. این هم کاتالوگشه و دیگر هیچ. این رو هم میذاریم کنار و به سادگی سرفیسمون رو به تایپ کاورش وصل میکنیم و میریم واسه ادامه عملیات فاینالیزیشن ویندوز. همه چی درست و دقیقا از این قسمت استک میشه به پایین که کاملا کیبورد شیددار وایمیسته. نمیتونم بگم چقدر خوبه، چقدر درسته. همه چی توی سرفیس درسته، همه چی درسته، بی نظیره، واقعا بی نظیره. خب من میرم عملیات نصب ویندوز رو فاینال کنم و بعد هم برم سراغ نصب پریمیر پرو. تا آخرین ویدیو با من باشید. خب بچه ها من دوباره برگشتم. این دیواری که میبینید من جلوی خودم درست کردم دقیقا دو تا لپتاپ با سرفیسی که قراره کارت گرافیکش رو توی رندر گرفتن از پریمیر پرو تست بکنیم. این لپتاپی که میتونه هستش 4 گیگ گرافیک NVIDIA GeForce 1650 داره، i5 نسل 8. این سرفیس کارت گرافیک نداره. از روی پردازنده از تکنولوژی آیریس اینتل استفاده میکنن، i5 نسل 10. و این لپتاپ گیمینگ من که از i5 نسل 10 استفاده میکنه، CPUش هم رده و هم نسل با این سرفیسی که اینجا هستش و گرافیک 1650 NVIDIA GeForce. ولی این لپتاپ همون 1650 ولی سری مکس کیو دیزاینی که واسه دیزاین آماده شده. عرضم به حضورتون که من الان تصویر من کوچیک میشه. سه تا دیوایس الان شما میبینید که من میخوام خیلی سریع به صورت همزمان رو دیسته به دست ندارم ولی به صورت همزمان میخوام اکسپورت کنم. 1 2 3 8 دقیقه 6 دقیقه روی لپتاپ گیمینگ، 5 دقیقه روی لنوو S540 که من کارای گرافیکی من انجام میدم، همچنان 8 دقیقه و 35 دقیقه روی 36 دقیقه روی سرفیس گرافیکی داره.
واقعا میگه اینجا خیلی خوب پیش داره تو تنگ دقیقه رنده میگیره به جوری که حالش رو داره. خب من الان کاری که میکنم اینجا رو فست فوروارد میکنم تا زمانی که رندر اولین دستگاه تموم باشه، رندر این کوری که از این دستگاه اول میشه. ولی خیلی جالبه من فکر میکنم واسه دستگاهی که کارت گرافیک نداره 35 دقیقه رندر گرفتن خیلی زمان مناسب باشه و اینکه اصلا چجوری میتونه این کار رو انجام بده خیلی عجیبه. یه دستگاهی بدون هیچ کارت گرافیکی با CPU یعنی GPU وجود نداره، واحد پردازنده گرافیکی وجود نداره و اون میتونه این کار رو انجام بده، چجوری میتونه این کار انجام بده؟ خیلی عجیبه. من فست فوروارد میکنم آخرش خب بچه ها همینجا استاپ میکنیم. این لپتاپ با گرافیک انویدیه 1650 کار رندرش تمام شد در یه دونه ویدیو 15 دقیقه ای. حالا موضوعی که وجود داره همین دیوار اول بهتون بگم تقریبا یکی از خسته کننده ترین ویدیوهایی بود که ساختم به خاطر که این سرفیس رو آپدیت کردم، آپدیتش و نصب درایورش یه چیزی حدوده دو ساعت و نیم وقتم رو گرفت. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ساعت 4:17 صبح، همونش که دیدید سرعت رندرش 14% لپتاپیه که اصلا کلن برای ساخت و ادیت ویدیو میشه ازش استفاده کرد. تقریبا 14% ویدیو میگیره دیگه 4 گیگ دیدیکیت. ولی بدون مشکل کار انجام میده، یعنی اینجوری بهتون بگم که کار خودش رو انجام میده. ممکنه که طول بکشه، نیم ساعت بیشتر طول بکشه، ولی واقعا میشه این کار رو باش انجام داد و واقعا میتونم بگم که سرفیس واقعا گیم چنجره. باید هزار باری کلا گفت به مایکروسافت برای ایده خلاقانه‌ای که داده، اینکه شما توی دستگاه رو با پلتفرم تبلت بتونی کاری دسکتاپ رو بکشی و انقدر عملیاتی باشه که بهت خروجی بده و همیشه به عنوان یک دستگاه مطمئن بتونی روش حساب بکنی. فوق العاده بی‌نظیره. سرفیس از اون برندهاییه که نمیتونی دوستش نداشته باشی، نمیتونی نخواهش، همه یه جورایی دنبالشن چون واقعا با یک ابعاد خیلی کوچیک در حد یه تبلت پرفورمنس یه دسکتاپ حرفه‌ای رو بهتون میده و در نهایت ویدیو رو به اتمام برسونیم. دمتون گرم که چنل من رو دنبال میکنید. خیلی ازتون ممنونم که ویدیو من رو نگاه میکنید و تا ویدیو بعدی بهتون